اشرف غنی از 2015 تا کنون بیش از 40,000 نفر در افغانستان کشته شدند. گلبدین حکمتیار یگانه راه رسیدن به صلح را نام برد. امرالله صالح طالبان از دین چیزی نمی دانند، آنها برای منافع بیگانه می جنگند. و کشته شدن دو نیروی نظامی کشور که همه را داغدار ساخت. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. لطفاً تا پایان این مجموعه خبری ما را همراهی نمایید. اشرف غنی از 2015 تا کنون بیش از 40,000 نفر در افغانستان کشته شدند. رئیس جمهور این آمار را در گفتگوی اختصاصی با شبکه خبری CNN مطرح کرده و گفته است که از سال 2015 به این سو بیش از 40,000 فرد ملکی و نظامی در افغانستان کشته شدند. این در حالی است که اشرف غنی سال گذشته گفته بود که بیش از 45,000 نیروی امنیتی کشور از سال 2014 در افغانستان کشته شدند. آقای غنی گفته بود از زمانی که من رئیس جمهور شدم بیش از 45,000 نیروی امنیتی افغان بالاترین هزینه یعنی جانشان را در جنگ دادند. او همچنین شماره تلفات نیروهای خارجی در افغانستان را در این مدت 72 تن خوانده و گفته بود این نشان می‌دهد که مسئولیت اصلی نبرد در افغانستان به عهده کیست. اشرف غنی افزوده بود ما به یک افغانستان با ثبات نیاز داریم تا در مورد امنیت آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها و دیگران اطمینان داشته باشیم، ولی مهمتر از آن حقوق و نهادهای دموکراتیک خود افغان‌ها است. این در حالی است که وزارت دولت در امور صلح گفته است که دور دوم گفتگوهای صلح میان نمایندگان دولت و گروه طالبان به روز شنبه 23 جدی در دوحه آغاز می شود. این وزارت افزوده است که موضوع آتش بس برای نمایندگان دولت در اولویت قرار دارد. حکمتیار یگانه راه رسیدن به صلح را نام برد. رهبر حزب اسلامی میگوید که یگانه راه رسیدن به صلح در افغانستان ایجاد یک حکومت موقت است. با گزارش اسپوتنیک، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در تازه ترین اظهارات خود گفته تا زمانی که حکومت موقت به وجود نیاید طالبان حاضر به صلح در کشور نخواهند شد. او یادآور شده که طالبان درخواست امریکا و پاکستان که رئیس جمهور غنی یک سال رئیس حکومت موقت باشد را نیز رد کرده است. با گفته او برخی اعضای تیم مذاکراتی دولت نیز بر این باورند که برای رسیدن به صلح جز ایجاد حکومت موقت دیگر راهی وجود ندارد. این اظهارات آقای حکمتیار واکنش های متعددی را برانگیخته و بسیاری کاربران صفحات اجتماعی را خائن به نظام موجود خواندند. با این وجود ارگ ریاست جمهوری نیز با جدیت هر گونه تشکیل حکومت موقت در نتیجه گفتگوهای صلح را رد کرده است. در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در سفر به ننگرهار گفت که وظیفه او این است که بر اساس اراده مردم دولت را به شکل قانونی به جانشینش بسپارد و با طرح این پرسش که اگر این کار نشود آیا شما انقطاع حکومت را میپذیرید احتمال به میان آمدن حکومت موقت را رد کرده است. آقای غنی گفت که اینجا مسئله شخصی مطرح نیست، بحث نظام و آینده مردم افغانستان است. این در حالی است که صبح امروز هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان برای پیشبرد دور دوم مذاکرات با نمایندگان طالبان به دوحه رفتند. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان بعد از حدود 3 ماه اعلام کردند که طرفین بر روی شیوه کار مذاکرات به توافق رسیدند. امرالله صالح طالبان از این چیز نمی دانند، آنها برای منافع بیگانه می جنگند. معاون اول ریاست جمهوری می گوید که طالبان برای دین نه، بلکه برای قدرت و منافع بیگانه می جنگند و خود هیچ چیزی از سیاست نمی دانند. با گزارش سپوتنیک، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری که روز گذشته پنجشنبه 18 جدی در میان مردم ننگرهار در شهر جلال آباد صحبت می کرد تاکید ورزید که در روند صلح با خون شهدا، جمهوریت، بیرق و ارزش‌های جمهوریت معامله نمی‌شود.
اما طالب آماده نیست که ارزش‌های جمهوریت و بیرق ملی را بپذیرند. آقای سالی افزود دلیل طولانی شدن صلح هم دولت افغانستان نیست، بلکه طالب است که با واقعیت‌های کنونی افغانستان مخالفت دارد. معاون اول ریاست جمهوری از شرط دولت در روند صلح یاد کرد و گفت برخی افراد میگویند که چه شرط‌های از طرف حکومت در روند صلح گذاشته شده، اما باید گفت که ما یک شرط داریم و آن این که زعامت در افغانستان از طریق انتخابات برگزیده شود و دیگر کودتا صورت نگیرد، و تنها شرط ما این است که انتخابات بر بنیاد اصول برگزار شود. به گفته او طالبان از انتخابات ترس دارند، به خاطر از انتخابات می ترسند که بغیر از تفنگ و کشتن دیگر چیزی ندارند. تفنگ و کشتن را به عنوان جلد بدن خود می دانند و می ترسند که اگر روزی به سیاست روی آورند، مردم افغانستان آنان را انتخاب نخواهند کرد. آقای صالح تأکید کرد که مقصر همه خرابی های افغانستان طالب است و کسانی که طالب را همکاری میکنند و کسانی که طالب را حمایت میکنند از افغانستان با ثبات و با اقتصاد پیشرفته که دارای یک ارتش قوی باشد میترسند. و گفته او بنای طالب هیچ مبنای دینی نیز برای ادامه جنگ خود ندارد. رهبران طالبان توان ندارند که در دوحه با هیئت افغانستان بحث دینی کنند، به همین خاطر طالبان همیشه وقت تلاش میکنند که از بحث دینی فرار کنند. او تأکید کرد که طالبان یک گروه مزدور است که به خاطر شریعت نه بلکه به خاطر منافع دیگران مردم خود را میکشند. فرمانده ارتش در تخار کشته شد. خبرگزاری افق. منابع امنیتی در تخار میگویند که فرمانده کندک ششم ارتش در این ولایت در جریان درگیری با گروه طالبان کشته شده است. منبع گفت که شب گذشته جمعه 19 جدی گروه طالبان بر یک پازگاه نیروهای ارتش در ولسوالی در قد ولایت تخار حمله کرد که در نتیجه آن سلطان محمد فرمانده توله کندک ششم ارتش و چند سرباز دیگر کشته شده و چند تن دیگر زخم برداشتند. نهادهای امنیتی تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. در همین حال گروه طالبان گفته است که شب گذشته در نزدیکی مرکز ولسوالی در قد ولایت تخار جنگجویان این گروه بر پازگاه ارتش حمله کردند. بر بنیاد ادعای گروه طالبان در نتیجه حمله این گروه بر پازگاه ارتش 5 سرباز کشته و 6 نفر دیگر زخم برداشتند. تخار از ولایت های نامن کشور به شمار می رود که جنگجویان گروه طالبان در نقاط مختلف این ولایت حضور گسترده دارند. فرمانده پلیس ولسوالی غوریان هرات در جنگ با طالبان کشته شد. خبرگزاری افق. منابع امنیتی هرات میگویند که در نتیجه حمله طالبان نقیب الله سلطان زی فرمانده پلیس ولسوالی غوریان شب گذشته با 3 تن از نیروهای پلیس کشته شدند. عبدالاحد ولی زاده سخنگوی پلیس هرات به خبرگزاری افق گفت که در جریان این درگیری 5 طالب به شمول 2 فرمانده کلیدشان کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. او افزود که هیئت برای بررسی حمله طالبان به ولسوالی غوریان اعزام شده است. سپاس از این که با ما بودید. تا ویدئوی دیگر، الله یار و مددگار همه ایتان باد. جنگ به سمت شهر کشیده شود.